صبح زیبا و دلنگیز همه شما بیننده های عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور باز هم بخیر باشه. ادامه ویژه برنامه صبح و زندگی را از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده میبینین و همچنان شنونده ما از طریق رادیو 93.5 آریانا FM هستین. خدا کنه تا این دم در کنار برنامه ویژه صبح و زندگی بر همه شما عزیزا خوب و خوش گذشته باشه. و در این لحظات برنامه هم مهمانان بسیار عزیز با ما هستند، کسایی که همیشه به خاطر پیروزی افغانستان و بلند کردن نام کشور عزیز ما افغانستان مبارزه کردند و بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در این لحظات برنامه در کنار ما هستند. سلام و صبح همه شما بخیر باشه و سال نوتان مبارک. مننه، خوشحال اوسی لمړی تاسو ته او تاسو د تلویزیون د طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته که داخل دی هیواد کې دی او که خارج دی هیواد کې خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او ټولو ته د نوي کال مبارکي وایم او الله تعالی دې وکړي چې خوشحاله ورځې پیل کړي. بسیار تشکر. سلامت باشین آقای افسر زازای و شما را همچنان خوش آمدید میگم آقای سمیالله شینواری. اول ټول افغانستان ته سلام او بیا غوښتنې پس مننه چې دلته ټي وي ته تاسو موږ راغوښتي او د نوي کال ټول افغانستان ته زه مبارکي وایم او الله دې وکړي چې دغه کال خوشحاله او خوب. بسیار تشکر. زنده باشین. و آقای یمین احمدزای همچنان شما را خوش آمدید میگم و سال نوتان مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ندمه او زه هم بخپل وار سره تاسو ته او تاسو همکارانو ته استاز د تلویزیون د لارې ټولو وطنوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او بعد د سلام د نوروز مبارکي ورته وایم. تشکر. او الله دې وکړي چې دغه کال په افغانستان کې یو سوکاله او پر امن کاله اوسیږي. یک دنیا تشکر. من واقعا خوشحال هستم از اینکه شما را امروز از نزدیک در برنامه صبح و زندگی میبینم و مهمان ما هستین. واقعا در سال که سپری شد افتخارات زیاد را به کشور عزیز ما افغانستان کسب کردین که واقعا هر کدام شما به نوبه خود افتخار افغانستان هستین و همه مردم ما بالای شما افتخار میکنن. خب میایم مثال 1400 بعضی قصه ها را از شما داشته باشیم که چطور سپری شد و چه کارهای مهم، کدام مسابقات مهم را شما داشتین که به شما واقعا پر هیجان تمام شد. از آقای زازای میخوایم در ابتدا بشنویم. بلکل که تیر کال ته مونږ وګورو واقعا یو ښه کال ورته نشو ویلی. که زمونږ د کرکټ نگاه نه ورته وګورو نو یو ډېر ښه کال و. د افغانستان دپاره مونږ ډېرې لوبې وګټلې الحمدلله. د هیوادوالو دعاګانې وې چې مونږ ډېرې ښې لوبې وکړې. خو نور د کرونا حالات که وګورو د کرونا د وجې دغه یو دوه کاله یو څه خوندور نه و، خو الله دې وکړي چې مخکې دغه مشکلات چې دي حل شي او ټول انسانان د خپل ژوند نه خوند واخلي. دقیقا. و از شینواری صاحب هم میخوایم بشنوم که سال 1400 بر شما چطور سپری شد، چه خاطرات خوب داشتین و چه خاطرات ناخوشایند را تجربه کردین؟ بالکل د افسر په خبرو سره چې زمونږ تیر کال ډیر ښایسته و، ځکه چې مونږ ورلد کپ وکړو، هغې کې مو ډېرې ښه مسابقې وکړې او د هغې یعنی د دوه کاله کې یعنی د افسر خبره چې دا کرونا له لاسه بیخي مونږ هېڅ کرکټ ونه کړو، خو انشاءالله چې دا کوم روان کال ده نو میچز ډېر لرو او انشاءالله چې افغانستان ته به یو ښه زیری راوړو. دقیقا. و احمدزای صاحب از شما میخواییم بشنویم در رابطه به چیزای بسیار جالب و خوبه که شما معمولا در سال نو دوست دارین تجربه بکنین و وقتی که امرایش مواجه میشین یک حالت هیجان خوب بر شما دست میده. چی چیزا را خوش دارین در سال نو؟ ولی او سال نو خود کل آغازی در سرلی موسمی او اسپیشلی دقا کم ورس چی دنه بیکالی په دغه ورځ باندې ټول خلک کوشش کوي چې نږدې دوستانو کره ولاړ شي، لکه تاسې جوړه کړې یاف میوې جوړې کړي په کور کې، همدغه سوغاتونه دي د افغانستان. نو ټول خلک کوشش کوي چې دغه نوی کال اوله ورځ په خوشحالۍ سره پیل وکړي تر څو ټول کال یې په خوشحالۍ سره تیر شي. بله. خب هر سال در شروع همه مردم و بخصوص جوانان بر خودشان یک هدف تعیین میکنن، یک برنامه یا پلان تعیین میکنن که تا آخر سال او پلان یا هدف خود حتما به دست بیارن. زازای صاحب شما بر خودتان امسال کدام هدف و پلان بزرگ انتخاب کردین که تا آخر سال بخیر بتانین به هدفتان برسین و در سال گذشته چطور؟ بلکل د نوي کال په پیل سره هر یو انسان غواړي چې ځان ته پلانونه وټاکي، یو ګول وټاکي، ځکه چې ته په ژوند کې یو ګول ونه لرې، یو هدف ونه لرې، نو دا ژوند چې دا نامکمل یي.
نو انسان باید یو هدف یو ګول ولري تر څو د هغه دپاره هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي تر څو هغه ته ځان ورسوي. نو انشاءالله مونږ هم خپل هدف لرو، سپیشلی په کرکټ کې چې دا زمونږ فیلډ ده، نو کوشش به کوو چې ښې لوبې وکړو، افغانستان ته خوشحالي هانې راوړو. بدون شک. چند لحظه پیش از آغاز برنامه هم از مهمانای ما پرسان کردم که در سال نو کدام غذا را بیشتر دوست دارن، به چی زیاد علاقه مند هستن، و ما ازشون یک سوال پرسان کردم در رابطه با سمنک. گفتن که ما سمنک نخوردیم، همه ما تا حال تجربه نکردیم، ولی خوشبختانه هفت میوه داریم که دوست دارن. چطور هفت میوه را دوست دارین؟ بالکل هفت میوه خوردی را یعنی خوندوار میوه را زکر ایمونگ هم سایه چی دلتی دیوی کل کل را وڑی نو هغه یو خوندوره میوه ده، ځکه چې هر کال کې جوړیږي او د افغانستان سپیشل یعنی یادیږي په ټوله دنیا کې. بله، نو موږ خو ډېر خوند ترې اخلو او ډېر خوشحاله یو چې نن د آریانا په برکت باندې انشاءالله بیا به یو خوندوره میوه. انشاءالله. خب ما هم به شما خیلی هفت میوه مندازم. همکارای ما دیگه آماده کردن، به خصوص بصیره جان زحمت زیاد کشیده، ببینیم که چطور است مزهش. زازایی صاحب، شما در هفت میوه کدامش بیشتر دوست دارید؟ من خود سنجد اصلا خوش ندارم. باش که سنجد باش نبه. خوش ده ده ما پا که چرمخص خوخی هفت میوه تو رو خونده باری. اینه با شما زیادتر چرمخص انداختم. بفرمایید. و چرمخص دیر زیاد خورم. نوش جان. و هفت میوه هم از جمله غذا میشه دیگه. یکی از مواد خوراکی بسیار مفید و مغذی هست. بفرمایید. و مردم دیگه در افغانستان، در ایران، تاجکستان معمولا در آغاز سال آماده می‌سازن. بله، این هم از شما. بفرمایید نوش جان. در گذشته هم میگن که هفت میوه بیشتر به خاطر آماده میشد کسایی که پهلوان بودن یا کشتی میگرفتن، دوباره زمانی که خانه برمیگشتن برشان هفت میوه آماده میکردن تا اینکه همون انرژی خودا که در جریان ورزش از دست میدادن دوباره به دست بیارن. و من فکر میکنم بر ورزشکارا بسیار زیاد مهم است که از غذاهای انرژی دهنده یا انرژیزا بیشتر استفاده بکنن. شما چطور غیر از سال نو دیگه وقتا هم یگان بار نوش جان میکنین؟ بله، او زکه کمن وګورو هفت میوه کې ډیر میوه کار شوی، چې هغې نه چهارمغز دي، پسته ده، همدغه راز نور بادام هم کله خلک پکې اچوي، ډېر شیان نور پکې اچوي. نو دغه ټولې میوې چې دي ورزشکارانو دپاره ډېرې مفیدې دي، ګټورې دي، طاقتورې دي. نو که هغه سالنو کې نو هغه د پسرلي خوند پلای او په دوشي، او که نه نور په همداسې عام روټین کې دي. موږ د ټولو لوبغاړو دا یو هغه غوندې چې من کله خارج ته ځو بیرون د وطن نه چې سفر کله لرو، نو هر لوبغاړی ځان سره خپل د برخې وچه میوه وړي. بله، نو بیا چې کله هلته لاړ شو، نو ماښام یا مازیګر هغه ټایم چې وزګار یو، دغه ټول ملګري راټولیږو سره، نو هر سړی خپل کوټې نه شین چای او میوه راوړي، بیا په یو ځای کې اتاق کې کینو. آها، خپل بندر. خب نوش جانتان باشه دیگه. در میوه خوش در کشورهای بیرونی هم موقع پیدا نمیشه، نه؟ بخصوص میوه خوش که افغانستان که واقعا بی‌نظیر است و کیفیت بسیار عالی داره. خب نگفتین چطور بود مزهش؟ دیر خدم. خوب بود مزهش؟ دیر زبردست. مقصد اگه خوشمزه بود یا خوشمزه نبود دیگه تقصیر من نیست، از همکارم بصیره جان است، به خاطر که بصیره جان آماده کرده. نه مننه، ډیر خوندور و چرچه تیاره کړی په لاسونو برکت. نوش جان. خب میم از مسابقات اینا میگذریم، یک نگاه میندازیم به خاطرات خوشایند دوران طفولیت یا کودکی. طبعا در دوران کودکی یا طفولیت همه ما شما فقط به دنبال خوشی ها و ای که چطور روز خود خوش سپری کنیم به دنبال ازی هستیم و دور از همه مشکلات می باشیم. هر قدر که سن ما بزرگتر میشه، به ما اندازه جنجالای زندگی هم بیشتر میشه. از شما میشنویم که در دوران کودکی چقدر سال نو را با شور و هیجان آغاز میکردین و حالی که در مرحله جوانی رسیدین چه تفاوتایی را میبینین؟ به واقعا ماشم توب خویا و دیر زبردست دوره ای واقعا زکوه ما داخترون نوی کال دا اکثرا ماشومان ته ډیر یو خوندوري ډیر خوند ورکوي، ډیر خوند ترې اخلي. نو موږ هم چې کله ماشومان یا بچی اختر راغو یا دغسې سال نو بچی راغو، نو بیا به چې موږ ته خپل پلار یا همدارنګه خپل کاکا یا نور خپل خپلوانو پیسې به یې راکولې، یا به د لوبو شیان راته اخیستل، نو واقعا ډیر زیات به خوشحالېدو. نو اوس خو غټ شو،
دغه شان چې دی په ماشومتوب کې واقعا ډیر خوند اوس هم خوند کوي خو لکه څومره خوند چې ماشومتوب کې هغومره اوس نه ده. بله، و میگن کسایی که در مرحله جوانی مثلا زیاد در کرکت لایق می باشن در خورترکی خود زیاد بازی توپ دنده را انجام دادن، چطور موافق هستین امروی از این صحبت؟ بلکل، یعنی منگا چکل وارو یعنی که لرگه باو که بیرد باو کرش باو ناغی نمون کرکت جوڑو لو واکین خواهد ماشون توپ کی یو در کرکت بیل خوندی یو جذبهی دماغ جذبی واجه و چنان مونگ دلتا افغانستان ترازوی و افغانستان تلو بکو یعنی خواریانیم که دیری تیر کردی دی و حلم که دیر خوردلی دی خب بیام یو زید را رسیدلی و او افغانستان تا یعنی میچونکو یا گرتی و ترادو ندام مونگ دپار دیر آده. بله بله دقیقا. خب گفتین که یگان دفعه دیگه در دوران کودکی از بس که طفلا شوخ می باشه یا شوخی میکنه یگان دفعه لطا میخوره نه یا از طرف کاکا یا ماما یا پدر و مادر، شما هم کدام دفعه شوخی زیاد کردین که مثلا لط خورده باشین و هیچ وقت همو صحنه یادتان نره؟ شیطانی خوم دیر زیاد کرده و خود دیر والم خورده لیدی او مشرور نم دیر زیاد وال خورده لی پامده کرکت پا بقی مانی که چه گرمی با بار بینه پری خودم گفتم بیام بار و تو خپل کرکت بام کلو خوچی کرد براتون و یا اگه خبر یا فرش بام کردم نبینه. بله واقعا بعض وقتا دیگه در کودکی از بس که مشغول ساتیری و بازی آدم میشه اصلا قوانین نمیپذیره، هر چیزی که دل یک کودک شوه او رو انجام میده. و معمولا در مرحله کودکی کودک ها زمانی که لباس های نو بر خودشان جور میکنن به خصوص در یک مراسم خاص میپوشن مثل عید یا مثل سال نو، شب تا صبح دیگه خوابشان نمیبره که چی وقت فردا میشه تا ما لباس های نو خود بر تن بکنیم. شما چطور از این تجربه ها داشتین؟ بله او ماشوم توب داره لکه سنگ چی افسر و شنواری سه بویل دیر جالب وقتی سره محدودیتون در د ډیسپلن حساب باندې همدغسې نور ډیر کمی نو هغه چې څه د سړي زړه غواړي هغه کار کوي او داسې ډیر ورپسې ګرځیم نه چې دا ښه ده او که بد ده، خو ماشومتوب وي ناپوهي او زما په نظر هم دغه د ژوند ټولو نه خوږې شیبې هماغې. بله نو په هغه وخت کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه که اخترونه وي که نوروز وي که دغسې نورې ورځې آقا ای اصلا در ماشومان ورزی بله. زما هم پا یادیگی چی کلا به سبا اختر و نواتور اشپا به خوب نراتا نور ورزی با دی ورزی پا نه بجی اتا بجی پاسی دو در اختر پا ورز با ملا ازان مر بنو در خطر وقت بناس. بله واقعا دیگه میبینی که کودک ها دیگه از کل اگی کده و اختر بیدار میشن نه در روزای خاص از بس که هیجان میداشته باشن. خب شما دیگه نام خدا چهره های محبوب و در کنارش هم چهره های مشهور افغانستان هستن و افغانای عزیز ما هم شما عزیزا را واقعا از صمیم قلب دوست دارن و با وجودتان افتخار میکنن. زازای صاحب از شما میشنویم زمانی که با هموطنان ما سر میخورین بعض وقتا از نزدیک شما را میبینن چه احساس میکنن و شما چگونه احساس در مقابلشان پیدا میکنین؟ واقعا د خپلو خلکو په منځ کې ډېر د خوښۍ احساس کوم او چې کله دوی مونږ ګورو د دوی هغه مینه محبت د دوی هغه سپورټ د دوی دعاګانې د همدې وجه ده چې مونږ نن په دې سټیج کې د افغانستان نمایندګي کوو افغانستان ته ښې لوبې کوو. نو واقعا د دې نه غټ احساس ما ته هېڅ شته نه چې زه څومره د خپلو هیوادوال خوشحاله ګورم د هغو مینه ګورم نو واقعا ډیر د خوشحالی احساس کوم. بله واقعا. و از شینواری صاحب میخوایم بپرسم صحنه که هیچ وقت فراموش تان نشده باشه یا صحنه که یک هموطن افغان ما شما را دیده باشه پس از پیروزی در یک مسابقه و با دیدن شما اشکش جاری شده باشه، آیا با چنین صحنه هم مواجه شدین؟ واقعا چی ډیر زیات صحنه راغلی چی ز خلکو یعنی کتلیم چې بیا راته وایي چې درته یاد دي هغه 15 کاله مخکې مې چې سرک زیستلی و نو بیا ورته ووایم چې و یعنی هغه د مینې لاسه زه ورته ووایم چې و راته یاد دي. نو داسې ډېر وخت راسره خلک میناو شوي دي راته وایي کیسې کوي خو زمونږ دومره مینهوال دي چې کله کله رانه هېر شي نو خو بیا هم هغوی خفه کوو نو بیا هم ورته وایي چې و راته یاد دي او د هغه کرکټ برکت دی چې مونږ دلته نن یعنی په دې ټوله دنیا کې پېژندل کیږو او فخر کوو چې افغانستان دپاره لوبه کوو انشاءالله چې کوم نور مسابقه را روان دی هغې کې به ښه لوبې کوو افغانستان ته به خوشحالیانې راوړو.
بسیار عالی. و احمدزای صاحب، طبعا زمانی که هر مسابقه را هر بازیکن در هر کجای دنیا که هست پیروز میشه، طبعا که خیلی خیلی خوشحال میباشه و احساسات خود را نشان میتن. زمانی که شما در کدام بازی یا مسابقه تان به شکست مواجه شده باشین یا پیروز نشده باشین، میشه احساستان را بر ما بگوین که مثلا چه رقم یک حالت امو لحظه شما تجربه میکنه؟ چه رکتیا خبره وکم آقا لکه صبح چه تلویزیون مانی گوری کرکت آقوی تا آقا احساس زمونگ آقا وقتی چه چه وقت من لوب بایلو آقا نور معلومی کسی که زمونگ افغانانم دیر زیاد احساساتی دی و لند وقتی دیر لند پریکلیم که چه مثلا لوب غارو خلو با اونکرد آقا اونشول آقا اونشول و تاسو په دې باور وکړئ چې هر یو لوبغاړی داسې ډېرې ورځې راغلي دي. زه د یوه یوه نوم نه اخلم، خو داسې ډېر ما لوبغاړي لیدلي دي چې که موږ مازدیګر لوبه بایللې ده، د مازدیګر نه تر سبا سهاره پورې بیا موږ یو بل نه دي سره لیدلي، یعنې دومره سره خفوي د ټول لوبغاړي. او هر سړی چې خپل اتاق ته لاړ شي بیا نور زړه یې نه غواړي چې بل شی وکړي، حتی څوک ډوډۍ خوراک ته هم نه راوځي. نو ډېر یو داسې احساس یې چې هغه زه اوس په خوله نشم بیانولی. او کوشش ټول دغه کوو چې لوبه ونه بایلو، لوبه وګټو، خو بیا هم لوبه ده. دوه پهلوانان هم چې یو بل ته په غېږه ورځي نو یو به بایلي یو به ګټي. بله، واقعا خب مبارزات دیگه در کل تمام مسابقات برد و باخت خود را داره. حتما باید یک تیم ببره، یک تیم باید ببازه، ولی مهمی است که با وجود همه مشکلات شما تمام مشکلات را نادیده میگیرین و با اعتماد به نفس کامل میرین در میدان مسابقه شرکت میکنین و دائما هم نتیجه بسیار عالی و قناعت بخش را حاصل میکنین. خب بخش های جذابتر برنامه هنوز هم باقی است که با مهمانان عزیز ما بعض گیم ها یا بازی ها را انجام خواهد دادیم. تو وقت شما میتونین که از هفت میوه نوش جان بکنین. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با ما هستن و در این لحظات برنامه نوبت به اجرای گیم یا بازی برنامه رسیده که گیم های بسیار جالب را برشان در نظر گرفتیم. خب ورزشکارای عزیز ما همیشه در بازی کرکت همونطور مثل ستاره درخشیدن و موفق بودن. حال ببینیم که در گیم هایی که تهیه کننده برنامه بر شما در نظر گرفته چقدر موفق هستن. انشالله که گیم ها سخت نخواهد باشد. چی فکر میکنین؟ والا مرچ خوم که ولی دل الله دیو کش ترخنی ایدیر. ولی تشویش نکنین، مرچ که همکارا آوردن زحمت کشیدن دیگه، مرچ دلمه است. دلمه قدر تند، اصلا تند نیست دیگه، شیرین هم است دیگه، آن تای شیرین میباشه. ولی مرچ سبز اگر می آوردن دیگه خیلی خیلی تند میبود. خب شروع میکنیم از گیم ساده برنامه. گیم ساده ما گیم گلاس است که با گلاس شما بازی میکنین. یک گلاس رنگه در وسط گذاشته شده و ما به شما زمان میتیم 20 ثانیه. در مدت 20 ثانیه ببینیم که کی گلاس ها را میتونه که راحت تر و زودتر پایین بالا بکنه و تعداد زیاد از گلاس ها را بتونه جایش تغییر بده. هر کس که اول کارش تمام شد برنده ما هست و برشان ما یک جایزه در نظر میگیریم و کسی که بازنده شد برش یک جزا. درست است؟ تشویش نکنین، بازی بسیار آسان است. خب ما امی گلاس ها را میخوایم بگیرم. خب ای از شما، از شما و ای را ما بر بیننده عزیزم یک بار نشان بتم که چه قسم بازی میشه. خب خب این قسمت وسطش است، شما گلاس را تغییر میتین از بالا به طرف پایین. البته یک یک دانه من مجموعی کردم، شما یک یک دانه از بالا به پایین انتقال میتین تا ای که به گلاس وسطی برسین. هر کسی که از فرصت استفاده کرد و زودتر انجام داد برنده مایلان میشه. درست است؟ بر شما 20 ثانیه زمان میتین. اگر باختین دیگه باز یک جزا تعیین خواهد شد، البته از خوردنی هایی که روی میز برنامه میبینید. خب آماده هستن؟ صبر کجی؟ یا رسمی لکش فکر آخلی؟ عبید؟ یو یو گلاس یک یک دانه، یک یک شینواری سب دیگه کار خود آسان ساختن، یک دفعی بازی را تمام کردم قبل از شروع. خب ما آماده هستیم، شما هم دیگه مطمئنا آماده هستن. ما صرف 20 ثانیه زمان داریم. 3 2 1 خب رسمی لکش فکر آخلی های من رو ما رو هم بیننده های عزیز میبینن. بسیار خوب.
تمام شد. بسیار خوب، بسیار خوب. تمام شد. از شما چند دانه مانده زازای صاحب میشه بر من بتین؟ ما تان زیاد گلاسونه را چهار دانه گلاس های تان نه بر ما زیاد دادین. خود اگر تاله تان میگه از من گلاس های من زیاد بود. و شینواری صاحب شما دیگه اول شده، نام خودمون تو بسیار تیز بودن و گلاس ها را خیلی زودتر تانستن که تبدیل بکنن و آقای احمدزای شما دیگه دوم نمره شده. بازم یعنی خیلی خوب بازی کردین. آل جزا تعیین کنیم یا یک گیم دیگر هم بازی بکنیم؟ در جزا با اون برو اول به جزا خواه این حال خیلی از شینواری صاحب جزا را میشنیم که این حال هر چیزی که اینا خودشان انتخاب کردن، ولی به نظر من بهتر است که اونمو حلقه که گذاشته شده و در بین زو لیمو، مرچ، آب و بادنجان رومی نوشته است، اونمو رو شما یک دور میتین، هر کدامش که آمد باز کس که بازنده شده مجبور است که نوشجان بکنه. خب شما خیلی احمد زای صاحب امور یک لطف کنین دور بتین. تیز بر که دورو دارم. خوب دیگه سرعت زیاد باشه. لیمو. چقدر خوش شانس بودن. آب برشان برامد. سه گلاس آب در اونمونجا گذاشته شده، اونمون رو باید شما نوشجان بکنین. نه بخیر. خودشان دیگه نوشجان میکنن جزاییستن. ارسی گلاس. ارسی گلاس ها باید نوشجان کنن. یا بکن. برو آو سهیس. فایده هم داره نی؟ وینیت صاحب منزل اصان. قبول نمو کنس. نوشجان. بسته. از هر کدامشان یک یک شب امتحان کردن، چشک زدن. خیر است، ما زیاد نمیشون. بی از اون توش نبودیم. نوشه جان، نوشه جان. شکر. بفرمایید. خب، بازی اول ما هم اجرا شد. دیدیم که ورزشکارای عزیز ما نام خدا خیلی لایق هستن و در مدت بسیار کم تانستن که این بازی ما را انجام بدن. در سالگرها یا بعض محافل که می باشه، سال روز تولد می باشه یا بعض جشن ها می باشه شرکت کرده باشین، مطمئنن که می بینین پوکان های مختلف هست، یا اگر از خودتان می باشه، از دوستتان می باشه، حتما پوکان ها را پف می کنین تا اینکه مقبول شوه همون جره. کدامتان در پف کردن پوکان ها لایق هستین؟ یار از ما خوب یکی دیگه تجربه ندارین شما؟ ما شمطوب که لیره از زازای صاحب تجربهشان بیشتر است. خیلی این بار دیگه نوبت میرسه به بخش بازی پوکانه که در یک ظرف گذاشته شده و در مدت 10 ثانیه باید یک پوکانه مکمل باشه. ببینیم که چقدر نفستان خوب است در بازی ها. خونام خدا خوب نفس دارین. ببینیم در پف کردن پوکانه چقدر نفسشان خوب کار میته. خب ما هم همین ظرف پوکانه را بر شما نزدیک میکنم، دیگه رنگاش خودتان انتخاب بکنید که هر کدامش دوست دارین. شما و آقای زازای دستی نشی جرداز بایی. بسیار خوب. امرنگ لباس هایتان هم اینه جالبی از بینیدای عزیز که امرنگ لباس های میمان های ما پوکانر در نظر گرفته شده. این امرنگ لباس آقای زازای، این هم از آقای شینواری و آخرش هم از آقای احمدزای. اینه ما خبر داشتیم شما کدام رنگ امروز میپوشه. خب این آخرین گیم ما است. ما صرف در این 10 ثانیه داریم، درست است؟ خب آماده هستین؟ 10 خو زیاد است. یک لحظه هنوز شروع نشده. خب بخانه که بزرگتر پف شد و در وقت کمتر برنده است و کس که بخانه را پف کرد وقت زیاد گرفت یا خورتر بود بازنده است. لسانیو که اونو چوی؟ خب 10 ثانیه میگن کم است. تایید کنید برنامه اجازه است 20 ثانیه بسازیم؟ نه ده زیاد است. زیاد است. گفتم نکفا. خب نه نمیکفا. خب خیلی شروع میکنیم. ما آماده هستیم. 3 2 1 نکفا. خود بینید تری. خب وقت ما هم تمام شد. اینا رو بیننده عزیز خودش هم قضاوت بکنن که کدام پوکانه خوب پف شده. والا سمی باید نه از آقای زازای هم اینه کلش یک اندازه بود، از یک کمپانی بود، ولی زازای صاحب خوب پف کردن این پوکانه را، یعنی کلانترین سایزش همی است. و دوم کی باشه؟ دوم احمدزای صاحب. و آخر هم از آقای شینواری که پوکانه را خورتر پف کردن. این حال فهمیده شد که در وقت کمتر شما آقادر نفستان نسبت به دو عزیز ما خوبتر نیست. خب این حال خودتان یک جزا انتخاب بکنه. بازم میریم به طرف حلقه جزا. نه دستی رو جزا ور بود.
دیگر رقم باشه. خدا امره چی را اولی دیده است از یکیگی. میشه که مرج برای یا بادنجان رومی به لیمو هم مانده. خب احمدزای صاحب اگه زحمت نمیشه مو حلقه جزار یک چرخ بدن. نه نشد دیگر. مرچ مرچ لیمو لیمو برامد و از ظرف لیمو هم داریم اونم ظرف لیمو را دیگه شما انتخاب بکنین که یک دو دانش حداقل نوش جان بکنین منتها تمام ششتگی است پاک صفا با پوستش یه دانه هم خراب است یک دانه بس است خب برم یک دانه هم قبول است اما چاقوق هم نیست نه به چاقو دیگه با پوستش پاک صفا ششتگی است جزا که خالق تحت پروتوکول زد افونی شده است بجوینش بجوینش نه جوده خونه خورد اوش خوردم دیگه اوش خوردم نگه ترش است یک کم دیگه هم باید بخوریم نوش جان اونم هفت میوره که بیشتر نوش جان کردین هضم خوب میشه در لیمو نیست همی بیاز و لیمو زیاد میخوره خواه زیاد میخوره بسیار خوب بازم تشکر میکنم از حضور همه شما عزیزا واقعا خوشحال شدیم که چند از همراه شما صحبت های خودمانی داشتیم و افتخار بخشیدین از اینکه فرصت دادین به صبح و زندگی و حضور پیدا کردین افتخار افغانستان هستین با امید پیروزی های بیشتر شما انشاءالله در سال 401 مسابقات را شما پیشرو داشته باشین موفق باشین مثل همیشه و خوب بدرخشین میخوایم گفتنی های شما را داشته باشم زازای صاحب پیام اگر دارین بر هموطنان ما بر دوستایتون که در سال نو نمیتونین ببینین میشن تشکر زنده باشین الله دیو که چه دغه نوی کال په افغانستان کې خوشبختیانه او تلپاتې آرامی راولي او زمونږ هیوادوال چې هر چیرته دی که داخل دی هیواد کې دی او که خارج دی هیواد کې الله دیو کې چې آرام اوسی خوشحاله اوسی چې هر چیرته وای خوشحاله اوسی او سلامت باشی کوشش وکړي چې خپلو کې اتفاق او اتحاد راولی او یو بل ته مینه او محبت ورکړي یک دنیا تشکر و شینواری صاحب اگر شما گفتنی دارین بر هموطنان ما بالکل خدای دیو کې چې دغه نوی کال د افغانستان د خوشحالۍ او د خوشحالۍ ډکې راولي دا ټول کال او نوای کال دا نو ټول باید یو بل سره مینه وکړي او یو بل ته کور ته لاړ شي او سره کینی خبرې وکړي او یو بله خبره د پسرلی دی باید زمونږ افغانستان کې ټول هر ځای کې چې باید بوټی وکري چې د افغانستان د هوا چې ده نور هم ښه شي او دا شینوالی مانی چې ده د افغانستان ما نورم خسته خکر سلامت باشین چقدر پیام عالی و احمدزای صاحب عزیز اگر شما گفتنی دارین بر هموطنان ما بر بیننده برنامه بفرمایید ز د خپل ټول هیوادوالو نه د یو خواهش یو ارزو لرم چې څومره کیږي کوشش وکړي چې یو مثبت فکر سره نور مخته ولاړ شي او څومره چې منفي او مونږ د مثبت اړخ نه اوړو بلې خوا ته ځو نو دغومره به زمونږ په خپل شخصي ژوند کې هم مشکلات زیاتېږي همداراز به افغانستان ته هم ګټه نه کوي نو ټولو نه مې هیله دا ده چې یو مثبت فکر خپل کی او په مثبت فکر سره خپل را روان ژوند ټول پر مخ ویسي بسیار زیاد تشکر سلامت باشین بازم خوش آمدین انشاءالله که سال 1401 یک سال پر دستاورد و پر از خوشی و افتخار بر همه ما شما باشه اوقات خوب و خوش داشته باشین سلامت باشین از شما هم یک دنیا تشکر بیننده های عزیز ما که تا این دم در کنار برنامه دلخواه خودتان صبح ها زندگی هستین ادامه برنامه را فراموش نکنین فعلا وقفه میگیریم